نشست علمی روزانه آیت الله ازما سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه 29 ربیع الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله عظما شیرازی در این نشست در رابطه با مفهوم اجماع فرمودند اجماع یعنی اهل خبره یک علم یا یک فن یا یک جریانی بر چیزی اتفاق کنند اهل خبره احکام شرعی هم فقها هستند اگر از هزار سال گذشته از غیبت صغرا تا به امروز فقهای شیعه که هم اهل خبره احکام هستند و هم متدین و از عتقیا بودند بر چیزی اتفاق کردند این کاشف اوقلایی است و چونکه که طرق طاعت و معصیت اغلایی است مانند زواهر که حجت و طریق اغلایی است یا خبر سقه که حجت و طریق اغلایی است از همین باب اجماع فقها نیز طریق اغلایی و حجت است معظم الله با اشاره به اغلایی بودن اجماع اهل خبره دیگر علوم و فنون فرمودند اگر تمام پزشکان در طول تاریخ بر چیزی اتفاق کردند اجماع آنان هم طریق اوقلایی محسوب شده و برای دیگران حجت است و به آن عمل می کنند لذا اگر اهل خبره هر فن و علمی بر چیزی اتفاق کردند برای دیگران منجز و معذر خواهد بود ایشان با اشاره به معنای اجماع دخولی که معمولا در زمانی کاربرد دارد که مشتهد نظرات فقه ها را در مسئله بررسی کرده و اتفاق آنان را در آن مسئله به دست می آورد و با توجه به حضور معصوم در همه زمان ها طبعا رأی معصوم هم در میان این افراد خواهد بود هرچند مشتهد شخص امام را نشناسد فرمودند اگر کسی بگوید من یقین دارم که وقتی فقه های شیعه اجماع بر مسئله کردند یکی از آنان خود حضرت حجت عجل الله تعالی فراجای شریف است یا در اجماع حدی که یقین داریم حضرت موافق هستند این حجت و یکی از طرق طاعت و معصیت است با هم فرمایشات آیت الله عزمای شیرازی را ببینیم و بشنویم یه وقت من عرض کردم اگر اهل تقاویم به اهل خبره هستن اونا که اهل تقاویم تقویم هستن اونا چون که اهل خبره هستن نه اینکه اهل خبره نی اگه اهل تقاویم همشون اتفاق کردن که فلان روز اول ماهه چرا حجت نباشه حجت فقط در ماه رمضان و ماه شوال این دوتا من نمیگم که حتی اگر تقاویم اتفاق کردن به خاطر روایات خاصه مکرره که داره که باید دیده بشه یعنی باید رعایت حسی بشه اگه تمام اهل تقاویم مختلف کشورها اتفاق کردن که فلان روز اول ماه رمضانه فایده نداره این در اینجا نمیگم به خاطر دلیل خاص سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی به این شرح بود حکم عدم پرداخت مهریه در عقد دائم و منقطع استحباب معکد در اذان و اقامه برای نماز حکم نماز فرادا در مسجدی که اقامه نماز جماعت شده است حکم نظر بدون ریبه برخی از احکام تواف کیفیت بنای خانه کعبه توسط حضرت آدم و حضرت ابراهیم و معنای لفظی و اصطلاحی مسلم از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره سات فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید